توکن‌های غیرقابل تعویز، نفت نوعی دارای دیجیتال هستند که نشان مالکیت یک کالا یا دارایی منحصر به فرد است. آنها بر اساس فناوری بلاک چین ساخته شدند که به آنها اجازه می دهد، مانند سایر ارزهای دیجیتال به طور امن خرید، فروش و معامله شوند. با این حال، برخلاف ارزهای رمزنگاری شده که قابل تعویز هستند، و به راحتی می توان آنها را با یکدیگر مبادله کرد. دفعا منحصر به فرد هستند و نمی توان آنها را با تاکن دیگری جایگزین کرد. این منحصر به فرد بودن آنها را برای نمایش اقلام منحصر به فرد مانند کلکسیون های کمیاب، هنر دیجیتال یا حتی املاک مجازی ایدئال می کند. یکی از ویژگی های کلیدی نفت ها این است که مالکیت و کنترل واقعی بر دارایی های دیجیتال را امکان پذیر می کنند. در گذشته اثبات مالکیت اقلام دیجیتالی دشوار بود زیرا می به راحتی بدون اجازه کپی و توزیع شوند نفها راهی برای اثبات مالکیت و جلوگیری از کپی غیرمجاز ارائه می دهند و به سازندگان و مالکان کنترل بیشتری بر دارایی های دیجیتال خود می دهند این امر منجر به ظهور بازار جدیدی برای نفت ها شده است به ویژه در حوزه هنر دیجیتال و فضای کلکسیونی جایی که از آنها برای فروش اقلام کمیاب و منحصر به فرد استفاده می شود. بلاک چین یک دفتر کل غیر متمرکز و توضیح شده است که تراکنش ها را در شبکه ای از رایانه ها ثبت می کند. به آن زنجیره می گن زیرا از یک سری بلوک تشکیل شده است که هر کدام حاوی رکوردی از چندین تراکنش است. این بلوک ها به ترتیب زمانی به هم متصل می شوند و یک زنجیره را تشکیل می دهند. غیر مرکز شدن بلاک چین به این معنی است که توسط هیچ نهاد واحدی مانند بانک یا دولت کنترل نمی شود. در عوض توسط شبکهایی از کاربران که قدرت محاسباتی را برای اعتبار سنجی و ثبت تراکنش ها کمک می کنند، نگهداری می شود. سکه نوعی دارایی دیجیتال است که در درجه اول به عنوان وسیله مبادله استفاده می شود. سکه ها برای استفاده به عنوان نوعی ارز طراحی شدند و به طور کلی قابل تعویض هستند به این معنی که میتوان آنها را به راحتی با سکه های دیگر یا برای کالاها و خدمات مبادله کرد. برخی از نمونه های شناخته شده سکه ها عبارتند از بیت کوین، اتریوم و لایت کوین. تاکن نوعی دارایی دیجیتال است که نشان دهنده یک دارایی یا ابزار خاص است. تاکن ها را می توان برای اهداف مختلفی استفاده کرد، مانند نمایندگی یک سهم در یک شرکت، حق رای در یک سیستم حاکمیتی یا دسترسی به یک سرویس خاص. برخی از توکن ها درست مانند سکه ها برای استفاده به عنوان وسیله مبادله طراحی شدند. اما ممکن است عملکردها یا کاربردهای دیگری فراتر از استفاده به عنوان ارز داشته باشند. یکی از تفاوت های کلیدی بین سکه ها و تاکن ها این است که سکه ها معمولا برای عملکرد به عنوان یک ارز مستقل طراحی می شوند در حالی که تاکن ها اغلب بر روی یک بلاک چین موجود ساخته می شوند. و ممکن است برای نشان دادن طیف از دارایی ها یا خدمات استفاده شوند. به عنوان مثال، آتریوم یک بلاک چین است که امکان ایجاد توکنهایی را فراهم می کند که می توانند برای نمایش هر چیزی از املاک مجازی گرفته تا موارد کلکسیونی استفاده شوند. در مقابل بیت کوین سکه است که در درجه اول به عنوان وسیله مبادله استفاده می شود و توانایی نشان دادن سایر دارایی ها یا خدمات شهری را ندارد.